بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما محصلین عزیز عالی قدر، امیدوارم که صحتمند و تندرست باشید و همه درس خود را انشاءالله به خوبی و با برنامه پیش ببریم. در ادامه درس با شما خواهیم بود با مبحث انبساط حرارتی اجسام. انبساط حرارتی اجسام یعنی ما کلن در زیر مبحث گپ میزنیم یا بحث میکنیم بر روی موضوعی که اجسام انبساط میکند، یعنی حجمشان بزرگ میشود، فراخ میشود، کلان میشود به صورت عموم درباره تمام اجسام و بعد اجسام جامد، مایع و حالت گاز موضوع خواهیم داشت. خب به صورت کلی میگیم انبساط اجسام یعنی تمام اجسام هنگامی که یک جسم گرم میشود، یعنی از یک منبع حرارتی مقدار حرارت میگیرد، درجه حرارت بالا میرود، گرم میشود، مولکول های سازنده جسم که داخل جسم با شدت بیشتری به حرکت آمده، یعنی از اثر مقدار حرارتی که میگیره مولکول ها به هم دیگر یعنی سرعت از اونها بالاتر میره و از یک طرف دیگر فاصله بین آنها زیاد میشه. یعنی زمانی که یک جسم گرم میشه حرارت میگیره، مولکول ها رو به شدت بیشتری حرکت در میاره، یعنی با سرعت بیشتری حرکت میکنه. از این سبب مولکول ها نیازمند به اینه که فاصله بین خود زیاد کنه و در اثر از این شدت مولکول ها فاصله بین مولکول ها زیادتر میشه. زمانی که فاصله بین مولکول ها زیادتر شه، یعنی جسم منبسط میگرده، کلان میشه، فراخ میشود و این میزان انبساط حاصل از افزایش مقدار معین درجه حرارت که به چی میزان انبساط منه بستگی به این داره که چی مقدار حرارت میگیره و چی مقدار درجه حرارت زیر افزایش میابد و همچنان این به مواد مختلف فرق میره و با ضریب انبساط مشخص میشود. یعنی با مایات، گازات، هر یکی از اجسام یا یک از حالات یک ضریب انبساط خاصی داره که با کدام ضریب، یعنی ضریب بالا پایین میتونه منبسط شه، او بستگی به نوعیت ماده دارد. اثرات معمولی تغییر درجه حرارت باعث تغییر ابعاد و تغییر حالت مواد میگردد، یعنی همچنان تغییر بر ابعاد بود از او میآید که کلان میشه و تغییر حالت مواد میگردد. خب در ادامه انبساط جامدات، اول میایم بحث میکنیم روی انبساط جامدات، میبینیم که انبساط جامدات به چگونگی صورت میگیرد. تجارب روزانه نشان میدهد که اغلب اجسام جامد، یعنی تمامی بیشتر اجسام جامد در اثر گرفتن حرارت، یعنی وقتی که اونو یک مقدار حرارتی از منبع حرارتی میگیره منبسط میشود و حجم آنها وقتی که منبسط میشه به ازی معنی که حجم آنها افزایش پیدا میکنه و برعکس اگر به اساس یک رابطه یا کدام حالتی که برای آنها وارد میشه، اگر درجه حرارت اجسام کم گردد، یعنی مقدار حرارت از دست بده، دوباره حجم آنها برعکس تنقیص مییابد، یعنی کم میشه حجم آنها، یعنی منقبض میشه جسم. حادثه انقباض و انبساط که ما میگیم که جسم فراخ میشه یا جسم پس حجم کم میشه در اجسام توسط نظریه مولکولی تشکیل میگرده، به معنی که در اجسام که انبساط مینماید حجم اینها افزایش پیدا میکنه، چون مقدار حرارت میگیره مولکول ها فاصله زیاد بین به اثر شدت مولکول ها فاصله بین اینها زیاد میشه و در حالت انقباض برعکس مقدار حرارت از دست میده و یعنی سرعت مولکول ها کمتر میشه، پس بنابراین فاصله بین مولکول ها از جسم کم میشه، پس جسم منقبض میگرده. از این سبب ما میگیم که نظریه که تمام انبساط و انقباض حادثه از در اجسام توسط نظریه مولکولی تشریح میگرده. خب حالا بس به انبساط اجسام جامد بود. به صورت عموم انبساط در اجسام جامد به سه شکل صورت میگیره، یعنی تمام اجسامی که به شکل جامده حالت جامد داره به سه نوع یا به سه شکل انبساط میکنن.
که عبارت از انبساط خطی، نوع اول انبساط سطحی و نوع سوم انبساط حجمی. خب حال میام در انبساط خطی. انبساط البته ای انبساط خطی اجسام جامد، ما کلن این سنو انبساطی میخوانیم در اجسام جامد. تجربه نشان میدهد که یعنی اینا عملا توسط تجربه ثابت گردیده که اگر میله فلزی را حرارت بدهیم، یک میله فلزی داشته باشیم حرارت بدهیم، طولان افزایش میکنه. هر فرض مثلا اگر طول باشه یک متر میشه نسبت به ذریع انبساط از اون میله داره که از چی ماده ساخته شده و همچنان به مقدار حرارت، پس اون میله افزایش بدهیم. حالا یک متر مثلا 10 سانت، یک متر 5 سانت، یعنی به مقدار 5 سانت یا 10 سانت یا بیشتر کمتر افزایش میکنه و این میزانی که میله افزایش پیدا میکنه، یعنی افزایش طول میله، به دو عمل بستگی داره. یکی افزایش درجه حرارت که چه مقدار درجه حرارت میگیره از یک منبع که سبب افزایش دو میشه، دوباره طول اولیه میله، طول اولیه میله چند بوده و ای از چه میله از چه مواد ساخته شده. خب اندازه انبساط واحد طول جسم وقتی که درجه حرارت آن یک درجه سانتیگراد افزایش یابد، قیمت ذریع انبساط خطی آن جسم نامیده میشد. ما میگیم وقتی که درجه حرارت آن یک درجه سانتیگراد افزایش پیدا میکنه، درجه حرارت از میله، این به نام قیمت ذریع انبساط خطی اجسام نامیده میشود. خب اگه ما بیایم میگیم که نظر به فرمول سعی کنیم، میگیم که دلتا ال متناسب با ال صفر ضرب در دلتا تی، یعنی مو افزایش طول میله، تغییرات طول میله که وقتی که حرارت میگیرد متناسب یک نسبت داره، نظر به ازید دو افزایش درجه حرارت طول میله که ما گفتیم به دو عمل بستگی داره، متناسب با ازید که ال صفر طول اولیه میله چند بوده ضرب در دلتا تی تغییرات درجه حرارت، یعنی چی مقدار درجه حرارت ازید بالا میره. وقت ما میگیم این رابطه متناسبه، ما میتونه تناسب با یک ذریع به تناسب به مساوات تبدیل کنیم، یعنی دلتا تی مساوی میشه به الفا ضرب در ال صفر مثبت دلتا تی، که اینجا میتونیم به ذریع به تناسب اینجا ذریع به انبساط خطی اجسام جامد بگیم. از این نتیجه میشه که ذریع به انبساط خطی اجسام جامد مساوی میشه به تغییرات یعنی طول میله تقسیم بر ال صفر ضرب در دلتا تی، که از این رابطه ما یک طرفین وسطی میکنیم و خود دلتا ال به چی معنیه؟ یعنی طول نهایی منفی طول اولیه، یعنی از اینکه طول نهایی سعی کنیم چند شده منفی یک طول اولیه که میله داشته، پس ما این قیمت میده که چی مقدار بر اثر درجه حرارت تغییرات مونده در از میله. میبینیم طوری که دلتا ال تغییرات طول میله، یعنی افزایش طول میله چی مقدار افزایش پیدا کرده، 10 سانت، 5 سانت، بر اساس چی؟ بر اساس تغییرات درجه حرارت، که درجه حرارت از فرض مثال از 20 درجه سانتیگراد به 40 درجه سانتیگراد رسیده و الفا ذریع به انبساط خطی میله، یعنی بستگی داره که گفتیم انبساط خطی یا قیمت ذریع به انبساط خطی اجسام نامیده میشه در صورت درجه حرارت آن یک درجه سانتیگراد افزایش پیدا کنه و ال صفر طول اولیه میله و ال طول کل میله بعد از انبساط که چه مقدار، یعنی مقدار اولیه جمع در ال مقدار اولیه جمع در مقدار افزایش طول کل میله میشه بعد از انبساط. این بود انبساط خطی در اجسام جامد. حال میام انبساط سطحی. هرگاه یک صفحه فلزی مستطیل شکل در نظر گرفته حرارت دهیم، یعنی یک صفحه مستطیل شکل که دارای دو بود باشه اول حرارت دهیم، این صفحه مستطیل شکل در امتداد ابعاد خود، یعنی از لای خود در امتداد طول و در امتداد عرض خود منبسط می‌گردد، در نتیجه سطح آن افزایش می‌یابد. زمانی که ما میگیم در امتداد عرض خود افزایش پیدا کنه و همچنان در امتداد طول خود افزایش پیدا کند، پس از این نتیجه می‌گیریم که کل صفحه چون عرض و طول که افزایش پیدا کنه، یعنی کل مساحت از او کلان میشه، پس تمام صفحه افزایش پیدا می‌کند. حالا اگر سطح فلز را قبل از حرارت دادن به درجه حرارت T0 A0، یعنی اگر مساحت اولیه از سطح مستطیل شکل ما در درجه حرارت T0، یعنی T0 درجه حرارت اولیه مبید، هنوز هیچ مقدار حرارت نگرفته که تغییرات درجه حرارت در روزی بیاید، به A0 نشون بدیم و به درجه حرارت T، یعنی بعد از اینکه یک مقدار حرارت میگیره درجه حرارت از T0 به T میاید، دوباره این نظر به ابعاد تغییر مونه، پس مساحت سطح دومی میشه چی؟ A.
با استفاده از ذریب انبساط سطحی جسم ما، اگر این دفعه به نام بیتا یاد کنیم، درجه انبساط، با تطبیق قوانین انبساط خطی برای ابعاد مستطیل ما میتونیم این رابطه رو نوشته کنیم. این دقیقا همون رابطه انبساط خطی، فقط در دو بوده، در دو بوده، وقتی شما هر دو بوده نوشته کنیم و با هم جمع کنیم بعد از یک سری عملیات ریاضیکی و از این فرمول میرسیم که در اینجا ما فقط فرمول رو به شما گفتیم، از او عملیات ریاضیکی صرف نظر کردیم، گفتیم که شاید کمی مشکل باشه برای شما و مهم اینه که شما این فرمول رو بفهمید. ما میگیم افزایش سطح یک صفحه یعنی مساحت مستطیل که مستطیل شکل باشه، جسم دارای دو بود باشه، عرض طول وقتی که افزایش پیدا میکنه برابر میشه به مساحت اولیه از او ضرب در، ضرب در ای قوس که داخل از قوس ما داریم یک ثابت مثبتی، بی ضرب در دلتا تی یعنی دوباره ضریب انبساط سطحی ضرب در دلتا تی که در اینجا بیتا ضریب انبساط سطحی، چون که در دو بوده پس دو برابر ضریب انبساط، میبینید که دو برابر ضریب انبساط چیه؟ ضریب انبساط خطیه. پس بیوزه که ما دو بود داشتیم یعنی دو تا الفا دو تا ضریب انبساط خطی داشتیم برابر بیتا قرار دادیم، پس بیوزه دو در فرمول چی؟ بیتا گذاشتیم، یعنی در انبساط خطی به امتداد میله افزایش پیدا میکنه در این انبساط خطی که ما خوندیم، ولی در انبساط سطحی که هست چون از سطح دو از دو بود تشکیل شده، هم نظر به عرض و هم نظر به طول افزایش پیدا میکنه. این بود انبساط سطحی. حال انبساط حجمی. در انبساط حجمی چون وقتی ما از حجم گرم بودن میفهمیم، یعنی وقتی که ما یک شکلی که دارای سزل طول و عرض و ارتفاع باشد، پس ما در انبساط حجمی نظر به انبساط خطی ماننده، چون که او یک خط بود، اینجا ما هر زل یک خط حساب کنیم سه انبساط خطی داریم بجمعی، پس ما این انبساط حجمی میگیم، یعنی نظر به هر سه بودخواه در انبساط حجمی افزای منبسط میشه، یعنی نظر به ارتفاع، نظر به عرض، نظر به طول، نظر به همگی این شکل افزایش پیدا کنه، یعنی در هر سه بود خود، چون سه بودیه در هر سه بود، یعنی هر بود که یک خط باشه در هر سه بود منبسط میشه و افزایش پیدا کنه. حالا ببینیم در اینجا میگیم هرگاه یک جسم سه بودی را هر شکلی که دارد، یعنی پس سه بودی باشه، حرارت دهیم به طور یک نواخت منبسط میشه، یعنی عرض طول ارتفاع همگی به یک اندازه افزایش پیدا میکنه، یعنی به صورت نامنظم نمیشه که عرض یک مقدار بیشتر ارتفاع کنه، طول به یک مقدار کمتری، ارتفاع یک مقدار بیشتری، یعنی این رقم صورت نمیگیره، به طور یک نواخت در تمام ابعاد خوا، یعنی تمام ابعاد به یک اندازه افزایش پیدا میکنه. خب فرضاً اگر جسم فلزی به شکل مکعب باشد که ما اینجا گفتیم یک شکل مکعب که سه بودیه در نظر گرفتیم، اگر جسم به شکل مکعب باشد طول ابعاد آن در درجه حرارت صفر، یعنی در درجه حرارت اولیه که هنوز او جسم مکعب شکل هنوز هیچ درجه حرارت نگرفته، درجه یک درجه حرارت اولیه صفر، پس ما گفتیم که ال صفر باشد طول ابعاد دو و به درجه حرارت تی طول ابعاد دو ال باشد، یعنی بعد از یک مقدار درجه حرارت که افزایش پیدا کنه منبسط شده ال گفتیم، با در نظر داشت قانون انبساط خطی ابعاد مکعب طبق زل داریم که ما در انبساط خطی گفتیم که ال یعنی یک مقدار ال برابر میشه ال صفر ضرب یک مثبت دلتا تی. حالا چون اینجا انبساط حجمیه یعنی سه بود داریم، پس هر یکی رو به توان سه میرسونیم. بعد از انکشاف معادله فقر، یعنی ال صفر بر ال برابر میشه با ال به توان سه برابر میشه با ال صفر به توان سه ضرب در یک مثبت دلتا تی. اگر ما نظر به رابطه ریاضی یا نگاه کنیم،
یک نوع رابطه مکعبی تفاضلات، جمع تفاضلات مرکب مکعبات، یعنی یک مثبتی الفا دلتا تی کل به توانسته. یعنی اگر ما بر اساس همون مطابقت ها یاد شما باشه ای در مکتب خونده بودیم ای مثبتی بی کل به توانسته، اگر ما این قسمت بگیم ای، این قسمت رو ما بگیم که بی باشه، کل به توانسته این مدل را انکشاف دیم که در اینجا از انکشاف صرف نظر شده. بعد از انکشاف مدل ف با در نظر داشت از اینکه زیر انبساط خیلی کوچک و یعنی بیا قیمت یک اشاره چند به توان منفی ده به توان منفی یک قیمت ها. پس اینجا اگر ما بود مربع کنم خیلی کوچکتر میشه، یعنی از قسمتی که زمانی که ما این انکشاف دیم در قسمت مربعی صرف نظر میکنیم. انشالله اگر سوال پیش باشه باز در خدمت خواهم بود در بخش ریاضیکی از نا. پس اینجا میشه ال به توان 3 برابر میشه ال 0 ضرب در 1 مثبت 3 دلتا تی، چون که قسمت مربع در نظر نمیگیریم و اینجا چون که ما نظر به انبساط خطی گفتیم قیمت نریم انبساط خطی الفا بود، اینجا چون 3 بود داریم پس 3 الفا دلتا تی. حالا ما اگر بیایم ال 0 به توان 3 یعنی ار 3 بود به 0 نشاندیم در حجم و ال 0 هم به وی نشاندیم، پس به عوض از اینکه قیمت ها به ال به توان 0 ما گفتیم وی، پس به عوض از وی میگذاریم و به عوض قیمت ال به توان 0 هم گفتیم چنده وی 0 دوباره به عوض از وی 0 میگذاریم. خب بقیه فرمول یک مثبت 3 الفا دلتا تی هم خودی، پس این میشه. و از طرف دیگر چون ما اینجا گفتیم که الفا قیمت داره به انبساط خطی بود 3 بود داره، پس الفا یعنی در انبساط حجمی چین 3 بود داره، ما میتونیم که این 3 الفا رو یک قیمت جدید بگذاریم، بگیم 3 الفا برابر میشه به چی؟ به یک قیمت گاما که دوباره در اینجا ما نظر بزنیم بگیم وی برابر میشه با وی 0 ضرب در 1 مثبت گاما دلتا تی، که اینجا گاما ضریب انبساط خطی دیگه نیست، در اینجا گاما ضریب انبساط حجمی اجسام جامده و دلتا تی تغییرات درجه حرارت یک ثابت فرمول، وی حجم اولیه از جسم و وی حجمی که افزایش پیدا میکنه بعد از انبساط یا بعد از اینکه مقدار حرارت میگیره. خب این بود انبساط اجسام جامد که در اجسام جامد سه نوع انبساط صورت میگیره: انبساط خطی، انبساط سطحی و انبساط حجمی. که انبساط سطحی و انبساط حجمی هم نظر به انبساط خطی صورت میگیره که فقط در انبساط خطی بطول یک میلی بود، انبساط سطحی برای اجسام جامدی بود که دارای سطح باشد دیزل باشد و انبساط حجمی بالا اجسام بود که دارای سدل باشد. خب در اینجا باید جلسه اکتفا میکنیم، انشاءالله که همه درس ها به صورت دقیق و با برنامه پیش بریم. اگر هر کدام سوال باشد انشاءالله یا از طریق کانال یا به وقت صنف حضوری انشاءالله امیدوارم که شروع بشه با شما همین مشکلات را، چه در این جلسه و جلسات قبل باشه با شما حل خواهیم کرد. و شما اگر هر نوع سوال پیش میاد در هنگام که شما درس گوش میکنین شما میتونین که او سوال یادداشت کنیم و بنویسیم که از کدام جلسه کدام مثلا کدام مبحث فلان سوال مدارم، سوال یادداشت کنیم و انشالله این توصیه میشه به شما که هر ویدیو گوش میکنیم پیش از این سلایدار ما همچنان در خدمت شما گذاشتیم، شما اول سلایدار چند دفعه مرور کنیم بعد به کلیپ ها گوش دهید، چون از نظر بنده بر شما بهتر و مفیدتر واقع خواهند شد. چون یعنی شما او قسمتی از سلایدار که شما خود شما حتما شاید چیز سخت نیه 80% حتی اگه موضوع سختی هم باشه بازم شما میتونید با تکرار دفعات تکرار بیشتر از سلاید که هرچی بیشتر بخونیم 2 دفعه 3 دفعه 5 دفعه 10 دفعه که بخونیم بعد بیایم که کلیپ گوش کنیم، شما خود شما به صورت اتومات اکثر بحث یا مباحثی که در مثلا یک موضوع بحث میشه شما خود شما میفهمید، اگر کدام جایی مثلا سوال پیش بیاد شما نفهمید باز با کلیپ اون سوال شما رفع میشه، اگر با سوال با کلیپ رفع نشود باز دوباره انشالله با شما این سوالات شما را حل خواهیم کرد، فقط یادداشت بگیریم. خب موفق و معید باشیم، الله ناصرتان تا جلسه بعد.